سلام سلام، خیلی خوش اومدید به کانال پی ام دیلی لایف. من مریمم، برگشتم با یه ویدیو دندون پزشکی دیگه. امروز میخوام یه کار عملی با هم دیگه انجام بدیم. من یه کار عملی داشتم توی دانشکده، گفتم بیارمش خونه به شما هم نشون بدم. اینایی که میبینید فک بالا و فک پایینن، به اینا میگیم دنتیک، که در واقع یه مولاژی از دندونای فک بالا و فک پایین هستن، که خوبیش اینه که میتونیم دندونا رو توش بکاریم دوباره برداریم. ما از این دنتیکا توی این ترممون برای درس ترمیم استفاده میکنیم، به این صورت که همینطور که میبینین الان ترمیم های کلاس مختلف رو روش انجام دادیم، بعد به استادمون تحویل میدیم. خوبیش اینه که میتونیم دندون رو در بیاریم، بدیم به استاد، نمره بگیریم، دوباره برگردونم به همون رو بذاریم سر جاش، یا حالا اگه خراب شده که بندازیم دور. حالا الان این دندون فک های من همینطور که میبینین، مثل این کسایی که خیلی شکلات میخورن، نصف دندوناشون رو از دست دادن. حالا اومدم امروز که این دندونا رو جایگزین کنیم. گفتم شما هم ببینید، با من همراه باشین. خب اگه بخوایم این کار توی دانشگاه انجام بدیم، حتما باید دستکش داشته باشیم، چون به هر حال محیطی که توی دانشگاه توش کار میکنیم آلوده است. یعنی یه بخشی که ما توش ترمیم انجام میدیم ممکنه قبلش اندو هم بچه ها اومده باشن انجام بدن، و به طور کلی اون یونیت هایی که باهاشون کار میکنیم آلوده است و باید دستکش داشته باشیم. ولی خب اینجا دیگه همه چی که الان اینا مصنوعیه، من یه بارم از وقتی که دانشگاه آوردمش شستمش برای اینکه دستکش ندارم تمیز باشه. خب اول از همه باید یه چیزی پهن کنیم برای اینکه موقعی که با موم کار میکنیم بریزه روی میز دیگه عمرن اگه پاک بشه. خب به خاطر همین سفره یه بار مصرف که نداشتیم مثل دانشگاه، من سطل زباله استفاده کردم. سطل زباله چیه؟ کیسه زباله. از همه یک کیسه رو پهن میکنیم، چون اگه موم بریزه روی میز دیگه عمرن اگه پاک بشه. لیوان قشنگی رو هم استفاده میکنم برای اینکه این کیسه رو نگه داره. خب حالا بریم از یه فک شروع کنیم. از فک بالا شروع میکنم من. فک بالا، خب دندای خلفیاش که هست، بریم سراغ دندای قدامی. سخت‌ترین کار این قسمت اینه که باید انتخاب کنیم که هر کدوم از این دندونا رو باید کجا قرار بدیم. مدل پازله. خب من یه ذره آوردم اینا رو جلوتر برای اینکه شما بهتر ببینید. خب این یه سری کامل از دندونامونه، البته سری کامل نیست، دو تاشو استفاده کردیم، ولی خب بقیه‌اش یه سری کامل از دندوناست. که این دندونایی که می‌بینین از همه کوچیک‌ترن، این دو تا دندونای پایین جلو هستن که کوچیک‌ترین دندونای داخل دهنمونن. حالا الان ما اصلا با فک پایین کار نداریم، این فک بالاست. دو تا دندونای جلو رو که داریم، باید دندون کناریشو پیدا کنیم از بین این دندونا، که الان این ردیف دندونای جلو بالا هست، که خب این دو تای جلو هست، این هم دو تای کناری هست، که باید ببینیم این دو تای کناری کدومش مربوط به اینه، که من فکر کنم این باشه. آره همینه. از روی زاویه‌ای که دارم باید تشخیص بدیم که این دندون مال سمت راست یا چپ. الان من درست تشخیص دادم اگه خودم بخواد. خب حالا بریم این دندون رو با موم فیکسش کنیم. موم با حرارت به راحتی آب میشه. یه ذره موم رو آب میکنیم، میریزیم داخل این، بعد زود دندون رو میذاریم جاش، یعنی میکاریم. یه 4-5 قطره موم که ریختیم دیگه میتونیم اینو بذاریم. داده 4-5 قطره هم یه ذره زیاده، فکرم 3 قطره کافی باشه، چون یه ذره مون منم ریخ بیرشه. حالا بریم سراغ دندونای بعدی. دندونای بعدی نه راستیشو داریم نه چپی. این دندونا سومین دندونا حساب میشن توی هر نیم فک، که بهش میگیم دندون کانین. اگه بخوام اسماشونو بگم میشه دندون سنترال بالا، دندون لترال بالا، بعدی هم دندون کانین، که این دوتا میشه دندون کانین بالا. خب حالا راست و چپشو بریم ببینیم درست گذاشتم یا نه. خب این دوتا دندون هم تشخیص دادم، حالا دوباره با موم سر جاشو محکمش میکنم.
باید تا جایی فشارش بدیم که دقیقاً اون ناحیه گردن گندون مماس بشه با این قسمت لثه. گردن درست شد. دیگه همونجور که میبینین نمیفته. خب این دندون ها، این دوتا دندون هایی که کنار کنینن به اصطلاح توی عوام میگیم آسیاب کوچیک. ما بهش چی میگیم؟ ما بهش میگیم پرمولر. به اولیش میگیم پرمولر اول، به دومیش میگیم پرمولر دوم. این سه تا هم که آسیابای بزرگن که اونا رو بهش میگیم مولر. مولر اول، مولر دوم، مولر سوم. که حالا ما الان این دندونای آسیاب کوچیکو نداریم، این سه تا. خب این دوتا هم پرمولر اولمونه یا همون آسیاب کوچیک اول. من پرمولرها رو درست کردم که ببینم کدوم مربوط به راسته، کدوم مربوط به چپه و اینکه کدوم پرمولر اوله، کدوم پرمولر دوم. حالا اینا رو ولی مانت نکردم، من زیرش موم نریختم. اینا رو فعلا درست کردم، بریم با هم دیگه مانتش کنیم تا سر جاش دیگه ثابت بمونه. دیگه این موم کوچیکه فکر کنم دیگه دستم بسوده، یه ذره موم دیگه برمیدارم. باید زودم دندون رو بذاریم چون که موم سفت میشه. بعد دیگه موم سفت بشه دیگه دندون بهش نمیچسبه. یه ذرمون بیشتر بریزین وقتی دندون میزنه سر جاش بیرون میزنه از این قسمت. خب این هم شد دندون های فک بالامون تکمیل شد که خب البته مولرا رو از قبل من داشتم دیگه جایگزینش نکردم. این بعدی بعد پرمولر مولر اوله، بعد مولر دوم و مولر سوم. که مولر اول جز اولین دندوناییه که بعد دندون شیری در میاد، به خاطر همین چون عمر طولانی داره اون اوایل هم شاید خیلی خوب بچه ها مسواک نزنن و اینا، جز اولین دندوناییه که خیلی زود خراب میشه. مولر سوم هم که همون دندون عقله، توی یه سری ممکنه وجود داشته باشه، توی یه سری ممکنه نباشه. این از فک بالامون. بریم سراغ فک پایین. دو تا دندونای جلوی فک پایین هم گفتیم از کوچکترین دندونای کل دهنه که بهشون میگیم سنترال پایین، به کنارش هم میگیم لترال پایین. یه ذره موم تو اطراف ریخته باشه باعث میشه که این خوب دندون سر جاش قرار نگیره. تمیز کردنمون هست اینه که هر چی صف کنیم که خوش بشه راحت تر کنده میشه تا اینکه هم اولش بادم بخواد بکنه. خب این هم از آخرین دندون تکمیل شد. فک پایینمون هم تکمیل شد. حالا یه دونه اگه ببینیم چند تا دندون ها تراش دادم یا با آماده پر شده که اونا رو نگه داشتم، ولی اینکه خب میخوایم کارهای دیگه ای هم روش انجام بدیم. اونایی که تراش خورده رو میخوام پر کنم یا اونایی که پر کردم میخوام سطوح دیگه اش رو تراش بدم. بعد از هر دندون نهایت استفاده رو کرد بعد انداختشتیم. خب اینم تکمیل شد تو صفحه بالا و پایینمون که دیگه دندوندار شدن همه شون همونجوری که میبینید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. حالا این دندونا رو درست کردم برای اینکه میخوام طرز درست مسواک زدن رو بهتون یاد بدم که توی ویدیوهای بعدی میتونیم ببینیم.
حالا من سعی میکنم که کلن این صفحه ویدیوهای دندون پزشکی بیشتر براتون بذارم. یه سریش هم متد آموزشیه که داخل خونه براتون میگیرم، یه سریه دیگه هم داخل دانشگاه کارهای عملی که انجام میدیم تا شرکه میشه براتون ویدیو میگیرم، که یه ویدیو هم گرفتم که مراحل عصب کشی و اینه مراحل ابتداییش که داخل فانتوم اینه کار میکنیم براتون یه ویدیو گرفتم که میتونیم اونو ببینید. و اینکه هر سوال نظری هم داشتین توی کامنت ها به هم بگین، حتما بهتون جواب میدم. و کانال هم سابسکرایب داشته باشین چون قرار ویدیوهای جذاب و جدید زیادی براتون بذارم. تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.